کتاب ابو مسلم خراسانی. سنباد در پاسخ به عبدالرحمن گفت: نخست آنکه اطراف زید را چنان تنگ گرفته اند که باد هم نمیتواند به او بوزد. برخی از آنان جاسوس و برخی کلاش و حقباز و ریاکارند و برخی دیگر مریدانی سر از پا نشناخته هستند. شگفت آن است که ریاکاران و جاسوسان خود را از زید هم با ایمانتر نشان میدهند و دیگران که او معتقد است که هرچه خدا بخواهد همان میشود. پس با این اندیشه سخن هیچ کس به گوشش نمی رود. عبدالرحمن گفت: آیا نه چنین است؟ مگر نه این که هرچه خدا بخواهد همان می شود؟ سنباد پاسخ داد: این اندیشه ای باطل است. اگر چنین است پس چرا قیام کرد؟ اگر خواست خداست پس چرا خدا می خواهد که هشام خلیفه باشد؟ هشام هم همین را میگوید که خدا خواسته من خلیفه باشم و هر کسی علیه من قیام کند خلاف خواست خدا رفتار کرده. به همین خاطر هم قتلش واجب است. خدا به ما عقل داده تا از آن در کارهایمان استفاده کنیم. خواست خدا وقتی به کار میآید که انسان کارها را با عقل و درایت و از روی تفکر و اندیشه انجام دهد، وگرنه انسان بی تفکر و بی اندیشه از خواست خدا نصیبی نمی برد. عبدالرحمن پرسید: پس به گمان تو یک فرمانده باید چگونه انسانی باشد؟ سنباد پاسخ داد: به گمان من یک فرمانده موفق کسی است که کوچکترین خطای زیر دست را ندیده نگیرد و بی مجازات نگذارد. پیر رنج گفت: و کسانی را که در کارهای خوب پیش قدم هستند و رفتار و گفتار نیکو دارند پاداش دهد. سنباد گفت: نه نه، به گمان من پاداش دادن خود محرک کار بد است. واقعیت آن است که همه باید خوب و نیکو رفتار و نیک کردار باشند. خوبی درجه ندارد که بگوییم این خوب است و این خوبتر. همه ی انسان ها باید و باید که خوب باشند، این اصل است و اگر کسی این اصل را رعایت نکرد باید مجازات شود. عبدالرحمن که در تمام طول عمرش چنان سخنانی نشنیده بود، محو گفتار و کردار سنباد و خیره در چهره او شده بود. با خود می اندیشید که 17-18 سال از عمرم در بطالت و بیخبری و کار در فضای سرد و بیروه سراجی یا چرم و تسمه و دوال زین و لگام گذشت و کاش چنین آدمی را زودتر می دیدم. در اینجا سنباد نگاهی به عبدالرحمن که خیره به اون می نگریز کرد و گفت: چه شده جوان؟ چرا ماتت برده سخن نمی گویی؟ عبدالرحمن نفسی بلند کشید و گفت: غرق در گفتار تو شده بودم و از آن استفاده شایانی کردم. گرچه با همه آن موافق نیستم، اما بیشتر آن را میپسندم و میکوشم که همواره آنها را به یاد داشته باشم. سنباد گفت: من بران نیستم که شما را نصیحت و پند دهم. من هم مانند شما جوانم و هنوز تجربه کافی نیندوختم. شاید که روزی از این اندیشه خود بازگردم و راهی دیگر برگزینم. پیر رنج گفت: اگر ملول نمی شوی کمی از آیین و دین خود برایم سخن بگو. سنباد خنده ای کرد و پاسخ داد: آیا شما همه مسائل دین خود را می دانید؟ پیر رنج گفت: نه. سنباد گفت: من هم همانند شما آگاهی به دین خود ندارم. تنها می دانم که دین ما بسیار نزدیک به دین شماست.
ما هم معتقد به بهشت و دوزخ هستیم و میاندیشیم که انسانهای نیکوکار در فردوس جای میگیرند و بدکاران به دوزخ جاودان روانه میشوند. برخی افکار و عقاید دیگر هم که باید از موبدان پرسید نه من. آن روز را تا پاسی از شب آنان به گفتگو بودند و نیمه شب سر بر بالین نهاده و به خواب رفتند. بامداد روز دیگر آماده رفتن شدند و دسته ای به سوی خاور و دسته ای دیگر به سوی باختر روان گردیدند. در قوقای نیمروز کوفه امیرنشین عراقنگ چهار سوار که یکی از آنان چهره خود را پوشانده و از دروازه می گذشتند به راهنمایی جوان چهره پوش راه کاخ امیر عراقین را در پیش گرفتند. آنان عبدالرحمن و پیرنج و دو تن دیگر از یاران او بودند و پیرنج چون پیش از این مدت‌ها در کوفه میزیست و در همانجا به وسیله عیسی ابن معقل خریداری شده بود مایل نبود کسی چهره او را ببیند. لیکن آن سه تن دیگر برای نخستین بار گام به این شهر می نهادند. پیرنج آنان را به کاروانسرایی در نزدیکی سرای والی که زندان شهر نیز در آنجا بود برد تا جایی برای استراحت بیابند و از رنج سفر وارهند. هنگامی که آنان به داران کاروانسرا گام می نهادند سه تن سیاه پوش که چهره های خود را پوشانده بودند خارج می شدند. پیرنج و سیاه پوشان نگاهی به یکدیگر افکندند که از نظر هیچ کدام پوشیده نماند. آن چهار تن آن روز و شب را در کاروانسرا آسودند و درباره کارهایی که بایستی روز و روزهای دیگر انجام بدهند به گفتگو نشستند. عبدالرحمن می گفت: نخستین گام آن است که به زندان به دیار برادران معقل برویم و ببینیم آنان چه روزگاری دارند و چه می گویند و چه باید انجام دهیم و چگونه می شود آنان را از زندان بیرون آورد یا رهانید. بامداد روز دیگر عبدالرحمن و پیرنج عازم زندان شدند تا به ملاقات برادران معقل بروند. عبدالرحمن به آن دو تن دیگر گفت که بروند و پیرامون زندان را با دقت تمام مورد بازرسی قرار دهند. در واقع راه‌های ورود و خروج شمار نگهبانان و سلاح آنها و ابعاد دیوارها و ساختمان‌های درون و برون کوچه‌هایی که به زندان می‌پیوندند، سراها، دکان‌ها و خلاصه هر چیزی را که به نظرشان می‌رسد با دقت تمام مورد توجه قرار دهند. بدین سان آنان دو به دو از یکدیگر جدا شده و هر دو نفر برای انجام کار خود به یک سو رفتند. عبدالرحمن و پیرنج راه زندان را در پیش گرفتند و چون پیرنج آنجا به راه بود بی پرسجو و انحراف بدان جا رسیدند. نگهبانان بر در ایستاده و مراقبت می کردند و عبدالرحمن به نزد یکی از آنان رفت و سلام گفت. نگهبان که نیزه بلندی در دستش نگاه خیره به آن جوان افکند و پاسخ سلام را داد و پرسید چه می خواهید؟ عبدالرحمن گفت: میخواهم مولایم را که در زندان است ببینم. نگهبان با صدایی که حالت تحقیر به خوبی از آن پیدا بود پرسید: مولایت چه نام دارد؟ عبدالرحمن آرام گفت: نام مولایم عیسی ابن معقل است. نگهبان گفت: برای دیدن مولایت که عیسی ابن معقل است باید نشان مهر صاحب الشرطه را بیاوری و اگر کسی دیگر را میخواستی اجازه میدادم به درون بروی. عبدالرحمن پرسید: چه تفاوت میان مولایم با دیگران است که باید برای دیدن او مهر صاحب الشرطه را همراه داشته باشم؟ نگهبان گفت: عیسی و برادرش دیز زندانی شخصی والی می باشند و اجازه دیدار نیز فقط به فرمان والی یا صاحب الشرطه کوفه امکان پذیر است. عبدالرحمن دریافت که اصرار بیفایده است پس پرسید: صاحب الشرطه را چگونه و کجا میتوانی یافت؟ نگهبان با بی‌اعتنایی شانه ها را بالا انداخت و گفت: صاحب الشرطه در همین شهر به گشت و گذار است، جستجو کنید او را خواهید یافت. سپس روی برتافت و به قدم زدن پرداخت. عبدالرحمن نمیدانست چه باید بکند، برفت یا بماند. رفتار بی‌ادبانه نگهبان او را خشمگین کرده بود. پیرنج که با دقت به عبدالرحمن مینگریست دریافت که او خشمگین و پریشان است و از این رو دست خود را آرام بر دوش عبدالرحمن گذاشت و گفت: خون سرد باش جوان، هر کاری راه دارد بیا بازگردیم تا راهی دیگر بجوییم.
عبدالرحمن که به راستی خشمگین شده بود با صدایی که اندک لرزشی در آن حس می شد گفت: چگونه باید صاحب الشرطه را بیابیم و آیا او به ما اجازه دیدار خواهد داد؟ پیرنج آرام گفت: بیا بازگردیم و به کاروان سرا برویم، شاید راه دیگری بیابیم. اکنون صلاح در آن است که از اینجا دور شویم، زیرا این نگهبان که میبینی از سگهای هاره خطرناک میباشد. سپس عبدالرحمن را پیش انداخت و به کاروان سرا بازگشتند. در آستانه در مرد کاروان سرادار که پیر مردی جهان دیده بود گفت: چه زود بازگشتید، آیا کارهایتان بدین زودی انجام شد؟ عبدالرحمن چیزی نگفت، ولی پیرنج نزد پیر مرد رفت و گفت: پدر جان، راستش این جوان از راه دوری برای دیدار پدرش که در زندان خالد است به این شهر آمده. اکنون که به زندان رفتیم، نگهبان گفت باید از صاحب الشرطه و یا والی نوشته و یا نشان مهر بیاوریم و ما هم نمیدانیم که صاحب الشرطه را چگونه میتوان یافت. پیرمرد نگاهی به عبدالرحمن کرد و گفت: ببینم آیا پدرت از پیروان آل محمد است؟ عبدالرحمن با تعجب نگاهی به پیرمرد افکند و گفت: مقصود شما از این پرسش چیست؟ پیرمرد گفت: آه ناراحت نشو، این را از آن گفتم که این روزها بگیر بگیر آل محمد به ویژه آل علی است. عبدالرحمن که بسیار شگفت زده شده بود یک قدم به پیرمرد نزدیکتر شد و گفت: پدر جان، آیا می‌خواهی ما را از آنچه می‌گذرد آگاه کنی؟ اگر چنین است ما را شرمنده و سپاسگزار خود می‌کنی. پیرمرد که بدش نمی‌آمد چانه اش را به کار اندازد، آنان را به درون خانه خود که نخستین اتاق کاروان سرا بود برد و گفت: بنشینید جوانان عزیز تا هرچه می‌دانم برای شما بگویم. آن دو در برابر پیرمرد نشسته و چشم به دهان او دوختند و پیرمرد آغاز سخن کرد و گفت: این روزها کوفه در تب و تاب و هیجان است و مردم کوفه از زید ابن علی می‌خواهند که بر علیه آل مروان بپاخیزد، ولی او زیر بار نمی‌رود. گرچه این دعوت از چندین سال پیش اوایل خلافت هشام آغاز شده، ولی امروز شدت بیشتری یافته و از هر سو بزرگان طوایف نامه می نویسند و او را به قیام دعوت می کنند، ولی او می گوید اعتمادی به مردم کوفه ندارد. در واقع برای نامه های آنان اعتباری قائل نیست، زیرا مردمان همین کوفه بودند که با جدش حسین ابن علی و خاندان او بی وفایی کردند. اکنون او چگونه میتواند به این مردم اعتماد کند؟ با این حال او را رها نمی کنند و هر روز نامه پشت نامه می نویسند و او را به قیام فرا می خوانند. حقیقتا چند وقت پیش هم شایع شده بود که با 100,000 نفر آماده جانفشانی در رکاب او هستند. از این رو هشام و والی او خالد قصری به دستگیری پیروان آل علی پرداخته اند و هر کسی را که به این دلیل بیابند بیدرنگ به زندان می‌افکنند. از این رو بود که پرسیدم آیا پدرت از پیروان آل علی است یا نه. آن پیرمرد لحظه این مکث کرد و دو مرتبه ادامه داد: ولی اگر امروز را بگذارید، شاید من بتوانم روز دیگر شما را به زندان ببرم. عبدالرحمن از شنیدن این سخن شادمان شد و گفت: آیا می شود بپرسم چرا روز دیگر و چرا امروز نه؟ پیرمرد با خوشرویی پاسخ داد: آری جوان، و من هم می گویم آن که شاید بتواند شما را به زندان ببرد فرزند من است و نه خود من. فرزند بزرگ من از سران نگهبانان کاخ والیس، حرف او را همه می شنوند و به کار می بندند. او امروز در کاخ است و شب بدین جا می آید و من خواسته شما را به او می گویم و از او می خواهم که شما را در یافتن آنچه می خواهید یاری نماید. عبدالرحمن هم شادمان و هم نگران شد که پیرمرد به فراست دریافت که آن جوان از چیزی نگران شده، پس این گفت: آیا شما از سخن من آزرده شدید؟ عبدالرحمن به تندی پاسخ داد: نه پدر، این که فرمودید که شما فرزندتان از سرنگهبانان است، ناگهان اندیشه ای از مغزم گذشت. پیش از آن که عبدالرحمن گفتگی خود را به پایان برساند، پیرمرد خنده ای کرد و گفت:
آه جوان عزیز، اندیشه بد به خود راه نده. فرزند من از آنان نیست که رفتاری ناجوان مردانه داشته باشد. ما ایرانی هستیم و ایرانیان به میهمانان خود احترام میگذارند و آنها را بزرگ میدارند. به ویژه آن که من سفارش شما را به او میکنم و او هرگز به من و شما خیانت نخواهد کرد، چه اگر بتواند یاریتان میکند. کلمه ایرانی که از دهان پیرمرد بیرون آمد، هم عبدالرحمن و هم پیررنج را به وجد آورد و عبدالرحمن با شادی گفت: آه پدر جان، ما را بیاندازه شادمان کردید، زیرا ما هر دو ایرانی هستیم. پیرمرد گفت: پس شما را با زندانیان که گفتید عیسی و ادریس معقل هستند چه نسبت است؟ آیا بردگان آنانید؟ عبدالرحمن گفت: عیسی مرا چون فرزند خود بزرگ کرده و دوست مرا هم از مرگ رهانیده و ما هر دو به او مدیون هستیم و اکنون برای دیدارش به اینجا آمده ایم. پیرمرد خندید و گفت: گفته بودم ایرانیان به عهد و پیمان خود پایبندند و هرگز به دوست خود خیانت نمی کنند. اکنون خوشحالم که می بینم شما با رفتار و گفتارتان گفته های مرا به اثبات رسانیدید. عبدالرحمن گفت: پس امروز ما را تا شام که فرزند شما می آید بیکار هستیم. پیرمرد در سخنش دوید و گفت: می دانم که انتظار به ویژه برای شما که در اینجا غریب هستید و راه به جایی ندارید چه اندازه آزار دهند است. اکنون شما دو کار می توانید انجام دهید: یا به شهر بروید و گردش کنید، یا آنکه نزد من بنشینید و به گفته های یک پیرمرد که حوادث تلخ و شیرین بسیاری در این شهر دیده از گوش دهید. عبدالرحمن گفت: من به شنیدن داستان پیشینیان بیش از گردش در شهر پایبندم. گذشته از آن ما دو تن از یارانمان را برای تحقیق و تفحص به شهر گسیل داشته ایم، می توانیم اوضاع شهر را از زبان آنها بشنویم. پیرنج هم که شادمان به نظر می آمد گفت: برای من شنیدن داستان بزرگان از هر تفریح و گردش گواراتر است. پیرمرد گفت: اگر اشتباه نکنم در کله هر کدام از شما اندیشه هاییست که هر دم بزرگ و بزرگتر می شود. اگر چنین از سخت به هوش باشید که خطا نروید. عبدالرحمن گفت: این را از کجا میگویی؟ آیا هرکس خواهان شنیدن داستان پیشینیان باشد اندیشه ای بزرگ در سر دارد؟ پیرمرد سری جنباند و گفت: آری جوان، هرکس حاضر نیست وقتش را به شنیدن افسانه هدر کند، مگر آنکه اندیشه ای چون آنان در سر داشته باشد. من این را در 65 سال عمر خود آزموده ام که اگر داستان آنها را به شما بگویم خواهید دید که درباره شما به خطا نرفته ام. عبدالرحمن گفت: اکنون تا شب زمان زیادی است و ما هر دو مشتاق شنیدن سخنان شما هستیم. پیرمرد گفت: بیایید به خانه من برویم و بنشینیم و چیزی هم بخوریم و بیاشامیم و گلویی تازه کنیم تا من داستان خود را در این شهر که خود بیننده یا آن بوده ام برایتان بگویم. سپس خود از سکوی جلوی راه روی کاروانسرا برخاست و به درون رفت و آن دو نیز با او به خانه پیرمرد که در همان کاروانسرا بود رفتند. پیرمرد به زودی غذایی برای خوردن و شربتی برای نوشیدن آماده کرد و در برابر آنان گذاشت و نشست و آغاز سخن کرد و گفت: دنیای کتاب صوتی.